این نوع افشاگری هم اصلا نشده تو حالا. نه اون چی راجعه اون چیز اصلا صحبت نکرده. نه رفی پور صحبت کرده، نه عباسی صحبت کرده، نه هیچ آخوندی هم صحبت نکرده راجعه این صحبت نکرده. و یه نکته مهمش هم همین فقط که خیلی هیچکی یعنی نمیاد راجعه بیش صحبت بکنه، همین هم راجعه مثلا اماما پیامبرا اینا صحبت میکنن، یعنی نمیاد قبل این داستان ها رو بگن، یعنی از آدم تا نوح همه از نوح صحبت میکنن تا الان مثلا، یعنی صحبت اصلی از نوح به بعد کسی نمیاد راجعه به از آدم تا نوح صحبت بکنه. از آدم تا نوح تو خودش از در رمز کلید معماه، کلید معماه بشریت اونجاست. تو قرآن این همه صحبت کرده راجع به مثلا آدم، وقتی میگه بنی بشر منظورش کیه، وقتی میگه بنی اسرائیل منظورش کیه، وقتی میگه بنی بعضی جاها میگه بنی، من اینا رو همه رفتم تو قرآن رو دونه دونه ای در آوردم، دونه دونه هی گشتم. ببین سه جا خدا با بشریت حرف میزنه، یه بار میگه بنی بشر، وقتی میگه بنی بشر یعنی کسایی که قبل طوفان هم شامل میشن، یعنی مجموعاً هر کی بوده و نبوده، یعنی فرزندان آدم، یعنی هم نوح هم دیگرانی که قبل طوفان بودن. وقتی میگه بنی اسرائیل داره مخصوص اون بنی اسرائیلی که آره موسی میاد نجاتشون میده از منطقه اتیوپی و مصر و این منطقه از دریای سرخ ردشون میکنه میاد تو عربستان، داره مخصوص اینا صحبت میکنه چون نقش سرنوشت ساز بازی میکنن برای دنیا، اینا میان قاطی میشن با اقوام دیگه، میان قاطی میشن میگه خب این داستانه اینجوری شده. یه بنی هست، وقتی میگه بنی تو قرآن هر زمان گفت بنی منظورش به نوح و آدمایی که با نوح بودن که چند نفر بودن؟ 80 نفر بودن. تو حضرت امام صادق میگه، امام صادق میگه ازش میگه اینا چند نفر بودن؟ میگه 80 نفر بودن. خب بعد من رفتم دقیقا کردم تو قرآن صفات خدا چند تا هست، تو قرآن صفات خدا 85 تا صفت خدا، خب 80 تاش تو کشتی نو بودن 80 نفر، 5 تاش هم تو گذاشت برای آخرش دیگه، 5 تن تو میگه 5 تن به حضرت محمد و فاطمه و علی و حسن و حسین. خب این 5 تن رو که میگن این 5 تا صفت برابری میکنه با 80 تا، اون 5 تا رو گذاشته اون آخرش. حالا اینا همش حالا چیزایی چیز دیگه هم وجود صحبت های ولی در کل حالا میشه اینجوری هم گفت، ولی اصل قضیه، اصل قضیه که بهش هیچ کی توجه نمیکنه قبل طوفانه که اینا که زنده موندن چی شد؟ زنده موندن فرار کردن بالای کوه. آفرین، اینا اول فرار کرده بودن رفته بودن بالای کوه، کوهای بالای 3000 متر. اصلا راجع به کسی راجع به این همه میگن طوفان شد بعد کشونده اومد دوره همیشه از نو شروع شد. آفرین، اصلا اسم اونا نمیاد. آفرین همه فهم میکنن که بعد طوفان فقط نوح و آدمای زنده موندن. آره، کسی به بقیه فکر نمیکنه که آیا کسی زنده موند یا نموند. معما اینجا حل میشه تازه، کلید معما اینجا که کسی زنده موند یا نموند. اصلا شکسپیر اینو میفهمه، شکسپیر میگه مسئله این است بودن یا نبودن. یعنی چی؟ یعنی بمونی یا بری، بودن یا نبودن مسئله اینه. اصلا تو قصه های فارسی ایرانی ها چی میگن؟ میگن یکی بود، وقتی میخوان شروع بگن یکی بود یکی نبود، یکی موند یکی نموند. یعنی چی؟ یکی اعتماد کرد به خدا موند که خدا نجاتش بده، یکی اعتماد کرد به خودش رفت نجات پیدا کرد. یعنی یکی فرار کرد رفت بالای کوه به خودش اعتماد کرد تونست نجات پیدا بکنه، یکی وایساد کشتی و ساخت به خدا اعتماد کرد نجات پیدا کرد. یعنی دو گروه میمونن بعد از بعد اون گروه اولی که به خودشون اعتماد میکنن تعدادشون زیاد هم بوده، خیلی بوده تعدادشون زیاد بوده، اینو میرن تو منطقه کوهستانی پناه میگیرن
زرنگم بودم میرم بالای 4000 متر که دیگه زیر آب نمیرم. بله. چون تا 3800 متر بیشتر آب بالا نیومده. دقیقاً. بل این گروه‌هایی هم که فرار میکنن از طوفان نجات پیدا میکنن مثل مغول‌ها، تاتارها، بربرها، یا مثلا تو قرآن آمده عجوج و ماجوج. اینه کیا بودن؟ عجوج و ماجوج. عجوج و ماجوج همینه یعنی که قبل از طوفانن. مغول‌ها، تاتارها یا یه سری از سیاه‌پوستا، اینا کسی هستند که قبل طوفانن، که میان هر جو کوه هست، هر جو دنیا، هر جو دنیا کوه بلنده. طبس مثلا؟ نه طبس که کبیره. طبس چی؟ نه هر جایی که کوه بالای 4000 متر، 3800 متر، 4000 متر به بالا هست، اونجا اینا رفتن پناه گرفتن. بعد که طوفان تموم میشه، آب فروکش میکنه، اینا سرازیر میشن. منظورم هیمالیا بود. هیمالیا. آره. چون ایورست. اونجا مرکزشون بوده. اونجا مرکزشون. آره. سرازیر میشن به سمت هندوستان و پاکستان و به سمت برمه و کامبوج و نمیدونم تو اون منطقه ها سرازیر میشن. یه بخشیشون سرازیر میشن به اون سمت چین و مغولستان. مثلا همه‌شون از اون منطقه کوهستانی میان. زاد و ولد هم زیاد داشتن تو منطقه تبت و اینا، هم که بری هنوز اورجینالاشون رو میتونی پیدا کنی که یعنی با هیچ قاطی نشدن. تو منطقه تبت و اینا میری. بعد اینا چون به خودشون اعتماد کردن، به خدا اعتماد نکردن، بعد از اون منبع اصلی وحی، خب منبع اصلی که ارتباط داشته با خدا هم دور میافتن دیگه. ولی چون قدرتشون هم بالا بوده، خودشون ولی به خودشون اعتماد کرده بودن، شروع میکنن به خراف یعنی به طول مسیر تاریخ اینا میگن بت پرستی درست میکنن. هزار تا دین و آیین و هزار جور چی میگن مراسم و هزار جور همه سربریدن و نمیدونم قربانی کردن و اینا رو اینا درست میکنن. این که مثلا میگن مثلا قربانی کردن تو فقط تو مصر نبوده، تو هند هم بوده، هنوزش هم هست. ببینید تو بعضی جای هم میری یه چیزایی میبینی اصلا فهم میکنی اصلا تو ذهن آدم نمیاد. تو آفریقا همینجور، تو آمریکا جنوبی همینجور. یعنی این مراسم قربانی انسان و این مسائل هم از قبل طوفانی ها مونده. هر چیزی که از قبل طوفانی مونده، خب اینا یه مقدار حالت جادوگری و چیزای جنبل جادویی و این مراسم عجیب غریب پوش هست، خاصیت عجیب غریب داره. اکثرا هم اجداپرست هم. نه اجدا، فقط اجداپرست چیز عجیب غریب دارن. مثلا مرتضی میرن ریاضت میکشن، یه انرژی به دست میارن.